بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی الپی هستم، خوش اومدید به پارت دوم بازی کانتراباند پلیس. از پارت اولش استقبال نسبتا خوبی کردید، به خاطر همین پارت دومش هم گیم پلی میذاریم. بچه ها یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم توی یوتیوب بذارم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. بدون معطلی بریم سراغ پارت دوم. خب امروز یه کارهای متفاوت میتونیم انجام بدیم. مثلا ماشینایی که میان رد میشن و میتونیم رانندهشون رو پیاده کنیم و کل ماشین رو بگردیم. اینجا نوشته که اول یه نگاه به این بورد بنداز. میگه که وقتی که ماشین اومد اینجا وایساد، بعد راننده رو پیاده کنی و کل ماشینش رو بگردی. اوکی، اولین ماشین بیاد تو که امروز دهن همتون سرویسه. تو پورت قبلی نمیتونستم پیادهتون کنم ماشیناتونو بگردم، الان تونم. ولی بیا پایین ببینم، بیا پایین، اصلا حرف اضافه نزن، سری پیاده شو. هم ماشین کل ماشین رو اول میریم میگردیم ببینیم چیزی پیدا میکنیم یا نه. اینجا چیزی دیدم از اون در من. این چیه؟ این چیه با خودتو بردی؟ تنباکو با خودشو برده. حالا تنباکو که چیز خیلی بدی نیست، ولی تو معتادی مثل این که. میگه که برو هر چی که رو میز رو بردار. یه دونه چاقو فعلا بیشتر رو میز نیست. آخ چه حالی بده الان این چاقو تو دستم. برای چی تنباکو با خودتو برده بودی؟ واسه چی تنباکو با خودتو بردی؟ چه مرغی میزنه یارو، کتکش که میزنی. خب اینجا باید صندلی های ماشینشو الان پاره کنیم و چیزای جدید پیدا کنیم. به به، ببین چی آورده. تیر اسلحه با خودش آورده بود. این زیرم که دلاره مثل این که. اوه قاچاق پولم میکنه این. خیلی اوضاعش خرابه. تمام صندلی های ماشینتو دل و رودشو میریزم بیرون. بیا پایین. از همینجا همه رو پاره میکنم. چه جاسازی هم کرده یارو. دلارا رو گذاشته اون زیر، بقیه چیزا رو گذاشته تو پشتی صندلیا. اینجا هم دلار قایم کرده داداشمون. بیا بیرون که بدبخت شدی. چقدر دلار داشتی تو؟ اصلا به قیافت نمی اومد. این یکی چشتم میزنم در میارم که دیگه از این غلطا نکنی. صندلیای عقبت هم میترکونم، همه چی رو میکشم بیرون. اوه اینجا رو ببین چه خبره. اینا تنباکو که نیست، سیگار همشون. این پشت چی داره؟ یا اولفز. اینجا رو ببین این چه خبره، چه چیزایی یارو داشت رد میکرد از اینجا. ولی یه چیزای دیگه هم همراهش بود، مثل اینکه اینا چی بود آوردی با خودت؟ برای چی اینا رو میخواستی وارد کنی؟ برای کی داری کار میکنی؟ پروفیوز تو صندوق ماشینش هم که هیچی نیست. ولی من بازم اینجا رو میگردم، من بیخیال این ماشین نمیشم به این راحتی. تو داشبوردت چی داری؟ کوکائین، پک کوکائین رو ببین. به به، تو حداقل 8 سال حبس رو شاخشه اگه اعدامت نکنیم اینجا. برو اونور وایسا ببینم، برو اونور. کار دارم، میخوام لاستیکای ماشینت هم پنچر کنم ببینم چیزی توی لاستیکات هم گذاشتی یا نه. وایسا زر نزن، کار دارم با اتالا. یه دونه چاقو هم که اینجا داشتی؟ نه، چاقو خودم بود، ترکید، باید دوباره برم از روی میزه برش دارم. دهنت سرویسه، یک بلایی من سر تو در بیارم، یک پدری ازت در بیارم. توی چرخ ماشینت چیزی قایم کردی یا نه؟ میرم تبر میارم میترکونم ماشینتو. هر چهار تا چرختو فعلا پنچر میکنم که نتونی فرار کنی از اینجا. خب این از ماشینت که کاملا درب و داغون شد. تو جای دیگه هم شاید یه چیزی قایم کرده باشی. نمیشه بکشیشون؟ چرا نمیمیره هرچی میزنم؟ یکی دیگه تو این چش راستت من بزنم ببینم چرا این گوه خوردی. آخه چرا همچین غلطی کردی تو؟ کل ماشینشو که گشتم، الان میتونم دستگیرش کنم ببرمش با خودم. آره، فکر کردی میتونی به همین راحتی ها این همه جنس رو هم مرز رد کنی؟ اسکلی تو پسر. خوب شد الان خیالت راحت شد، افتادی کنج اینجا مثل سگ باید زندگی کنی. همینجا فعلا منتظر بمون تا دادگاهت برگزار بشه. دهنت سرویسه. خب این کیه اینجا؟ این مثل این که کار خاصی نمیشه باهاش کرد. میشه اینا رو آپگرید کرد، ولی فعلا نمیتونیم کاری کنیم. اینجا هم اگه تلگراف داشته باشیم میتونیم بفرستیم واسه یکی. بریم بیرون ببینیم چه خبره دیگه. خب میگه اینجا جاییه که چیزایی که تو ماشین این اون پیدا میکنی و باید بیاری بذاری اینجا. خیلی چیز نیز من پیدا کردم، اصلا جا نمیشه اینجا. یارو داشت تانک با خودش میبرد. اینم از آخرین چیزی که من پیدا کردم. آقا همه رو شمردیم، وزن کردیم، تحویل دادیم و بعدن تهمت مومد بهمون نزنی. این درو میبندیم و میریم سراغ بقیه ماشینا. چه چیزایی پیدا کنم من امروز؟ خب بعد به این یارو بگیم که ماشینو برداره ببره اینجا. ببر اینجا رو تمیز کن پسر. خب میگه یه سری ابجکت جدید
وسط روی میز گذاشتیم که میتونی جای مختلف ماشینا رو باهاشون بگردی. همه رو باید بردارم الان من. چاقوی که تو دستمه، دو تا چیز دیگه هم اینجاست، یه دستم اینجاست. این چی بود؟ بعد بکنیم ماشینو فکر کنم با این. بیا اینجا ببینم. خب اول بذار ماشینتو وزن کنم ببینم درسته یا نه. 1290 کیلو بیا پایین. مثل اینکه اول باید یه چیزی همون دم دست تو ماشین یارو پیدا کنی بعد بزنی بهتره کنیش. الکی هم نباید خسارت بزنی به یارو. حالا من اول همه جا رو قشنگ میگردم ببینم چیزی داره یا نه. به این نمیاد چیز خاصی داشته باشه. بذار مدارکشم بگیرم. واش ببینم. کجا؟ سوار نشو. بیا پایین. اشتباه کردم. مدارک تو بده ببینم. خیلی عجیبه واسه من. یارو میادم مرز رد بشه بعد میپرسه واقعا لازمه من مدارک نشون بدم؟ پس چی فکر کردی آخه؟ لازم نیست. یعنی اسم و فامیلیش اوکیه با هم دیگه. پاسپورت نامبرش، یه دونه پاسپورت نامبر هم اینجا داریم. مچه این وزن ماشینش چقدر زده بود؟ 1290 کیلوگرم. بذار اینجا چک دیگه بکنم باز. مدل ماشینش هم که درست زده، فکر کنم مشکلی نداشته باشه. میتونم بذارم رد بشی. پسر خوبی هستی یا نه؟ چیزی همراهت؟ اگه چیزی همراهت خودت بهم بگو، من صحبت میکنم کمتر مجازاتت کنم. میتونم بذارم رد بشه، فکر کنم مشکلی نداشتی. میتونی رد شی. از این ور برو سوار شو. گورتو گم کن سری. بذار این بره ببینیم همه کارا رو درست انجام دادیم یا نه. یکی هم اینجا وایساده، من اینو ندیده بودمش قبلا. بذار ببینم این کیه. تو برای چی اینجا وایسادی؟ شغلت چیه؟ الان چی کار میکنی تو اینجا؟ این دره رو بازو بسته میکنی؟ همین؟ هیچ کار دیگه ای نداری انجام بدی؟ این که داره از این ور میاد؟ نگفتی جواب سوال منو ندی. تو اینجا دقیقا چی کار داری میکنی؟ یه چشه تو رام در میاره. بریم سراغ ماشین بعدی. اینم ماشینش به نظر خیلی مشکوک میاد. خیلی جا داره واسه حمله چیزای قاچاق. اون ماشینه که اون پشتم مشکوکه. اینو با چاقو نمیشه کاراشو انجام داد. اینو باید بگیرم دستم. بیا پایین ببینم. لاستیکت که ترکید. همینجا لاستیکت ترکیده. فکر نکنم بذارم رد بشی. ماشینت نقص فنی داره. بیا پایین ببینم. سیبیل کلوفت. این وسط هیچی نیست. اینجا هم چیزی نبود. داشبوردم که اصلا نداری. پشت ماشینش چی؟ پشت ماشینش هم میتونم نگاه کنم؟ چیز خاصی فعلا اینجا نیست. من اینکه بهت شک کنم دیگه. اگه شک کنم با همین اینو میبینی دستم کل خودتو ماشینتو میکنم میرم پایین. مدارک تو بده اول. این صداش استرس داشت یه ذره. تو صداش یه استرس خاصی بود. اسم و فامیل اوکیه. ترانزیت میکنه اون که کاملا مشخصه. وزن ماشینش 5800 کیلوگرم. بذار وزنم بکنم اینجا. 3400 کیلوگرم. اوکیه، اینم مشکلی نداشت. نمیدونم بذارم بره یا نه. فقط چرخ ماشینت پنچره. من نمیدونم میتونم اینجوری بذارم بره یا نه. اینجا باید یه چک بکنم الان. اینجا میتونم بزنم. یکی از چرخات مشکل داره دیگه. پنجره شکسته و چراغ شکسته و اینا همه رو باید بزنیم. من اصلا حواسم نبود تو پارت قبلی. من میذارم رد بشی ولی مراقب خودت باش. خیلی خطریه جاده، خیلی خطرناکه. مواظب باش، برو گم شو زودتر. ماشین بعدی بیاد ببینم. امیدوارم که کارای اینم درست انجام داده باشم. اینم درسته. $10 دیگه بهمون داد. اصلا قاچاقچی بودن تویی. بیا پایین که اوضاع خرابه. اینجا جای این کارا نیست پسر جون. اشتباه اومدی. مدارک تو بده ببینم. آدم مؤدبی هستی، بدم نیومد از طرز حرف زدنت. فقط اینترای پرمیت نداری متاسفانه. چیکار کنم من با تو؟ اسم ماشین یارو از هم 72 یه مدل جدید ماشینه. 2000 کیلوگرم. بذار وزنشم چک بکنم ببینم چقدره. اینجا 1 گرم بیشتر از اون وزن باشه نمیذارم بری. اوکی، اینم 1400 کیلوگرمه. آقا این مشکل داره. من مطمئنم یه چیزی همراشه. چرا هیچی نمیتونم پیدا کنم الان؟ یه بار دیگه مدارک تو ببینم. اینترای پرمیت نداری؟ فقط من اینجا میتونم تیکشو بردارم. من یه چیزی رو باید گزارش بدم اینجا. این اینترای پرمیت نداره. چیکار کنم الان؟ نمیذارم رد شه دیگه. تنها کاری که از دستم برمی یاد اینه که نذارم رد شی. نه متاسفانه اینترای پرمیت نداری. دلیلش هم بعدم به خودت میگم. برو وقت ما رو نگیر. همین که نزدم ماشینتو داغون کنم الان باید خدا رو 100,000 مرتبه شکر کنی. بذار ببینم درست نذاشتم بره فقط یا نه. دلیلشو نگفتم چرا دیگه، پیدا نکردم تو اون لیسته. بیا تو که سرشار از چیزای خلافی، کاملا مشخصه. دقیقاً همونو بهم گفت که چرا دلیل اینکه نذاشتی بره رو تو اون فرم تیک نزدی. وزن ماشین اولین چیز، سنگ
4500 کیلوگرم. بیا پایین ببینم آقا. برو اونورتر وایسا که من اینجا رو با دقت بگردم. این چیه؟ چراغاتو روشن کن، داره شب میشه. چقدر چیز میز اینجا هست، چه باله. نمیشه دور با ماشینت بزنم؟ تو هم هیچی نداری؟ نمیشه که اینجوری الکی همتونو بذارم برید. من با همه ماشینا رو بکنم بریزم بیرون. بذار ببینم چه خبره اینجا. یعنی فقط اون یه دونه مشکل داشت؟ اینجا چیزی قایم نکردی؟ این چرا این شکلیه؟ چیزی رد و بدل میکنین از این پشت به کابین؟ یه ذره این مشکوکه، باید خیلی خوب بگردمش. اول مدارک تو بده ببینم چی کاره ای. بله لازمه، بده اینقدر سوال زیادی هم من نپرس. اسم و فامیلش که اوکیه. وزن ماشین 7250 کیلوگرم، درسته اونم. تاریخ تولدش هم میخوره درست باشه، ولی من اینو اینجوری نمیتونم بذارم رد شه، باید بگردمت متاسفانه. بذار کامل من نگاه بندازم ببینم چه خبره اینجا، چیزی با خودت میبری یا نه. اول از بیرون ماشین شروع کنم بعد برم جای دیگه. اینجا رو ببین، چرا قوه رو روشن کن ببینم چیزی این تو موقع قایم نکرده باشی. حتما یکی هم اون وره دیگه، احتمال زیاد یه چیزایی اینجا داری. من که این ماشین رو میزنم درب و داغون میکنم، نمیذارم به این راحتی و ردشی اینجا. ریز به ریز قطعات ماشینتو میگردم. این زیرم یه خبرایی هست، اگه من تو یه چیزی پیدا کنم. فقط این ماشینش خیلی بزرگ، جا زیاد داره. این تورم نمیشه باز کرد، ولی از تو ماشین شروع میکنم میزنم میترکونم دیگه. من شوخی ندارم با کسی، این خیلی مشکوکه. با اینکه اگه اشتباه کرده باشم باید خسارت بدم، ولی حاضرم این اشتباهو بکنم، خسارتو بدم، ولی نذارم آدم خلافکار از اینجا رد بشه. این تو هم هیچی نبود، یه دقیقه خفه شو حرف نزن، بذار من کارمو بکنم. یه چیزی از تو من میکشم بیرون، اگه اشتباه کرده باشم همه خسارتا رو میدم. برو گم شو اونور وایس، زر نزن، بذار کارمو بکنم. اون تو که هیچی نبود. حالا با چیزای قوی تر میریم میافتیم به جون جاهای مختلف ماشینش. همه چی رو داغون میکنم من، همه جا رو میکشم بیرون. چی گفتی؟ یه زری زدی، اصلا همین جوری تو رو که دستگیر میکنم میندازمت زندان، همین جوری میندازمت زندان. به خاطر این طرز صحبت کردن اصلا تو باید بری بازداشتگاه. چیزی لازم نیست ازت پیدا کنم. تو فعلا برو گم شو اون تو، تا من خودم بیام ماشین تو بگردم. بغل این بشین تا درس عبرت بشه واسه دیگه اینجوری صحبت نکنی. میریم سراغ ماشین سر صف، بدون اینکه کسی تو مخمون باشه تمام لاستیکا همه جای ماشین رو میکشم بیرون. ببین نگاه کن، حال کردی چی پیدا کردم؟ الان تمام خسارتا رو باید بهم پس بدی. یه چیزی تو این چرخ ماشینش بود، اینجا هم هست. به 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 به، همینجوری بسته‌های دلار داشتی با خودت می‌بردی دیگه. عزگل فکر کردی ما نمی‌فهمی. الان دلیل این که گرفتمت هم قشنگ دیگه زد بیرون. چی بود افتاد؟ یه چیزی افتاد بیرون اینجا. اینم داشت اسلحه با خودش هم می‌کرد پوفیوس. فکر کردم اسکلیم اینجا. هیچ کس نمی‌تونه از دست من فرار کنه. به 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 به، ببین چه خبر اینجا. اینا چیه؟ اینا چیه؟ فکر کنم این دستگاه تست الکل بود. چه چیزایی یارو داشت می‌برد با خودش؟ الکی الکی نزدیک بود بذاریم بره. کوکائین هم که داری با خودت، پرونده تکمیل، پرونده تکمیل تکمیله. همه جا رو تقریبا گشتم دیگه. حالا ما که این ماشین رو زدیم ترکوندیم دیگه، کلا همه جاشو میگردم قشنگ. اینجا رو هم میکشم بیرون، یعنی تا جایی که بتونم میزنم ماشینشو میترکونم. سپرش هم افتاد ولی هیچی توش نبود. چقدر باحال بازیش. بچه‌ها این بازی که دارم ازش گیم پلی میذارم الان دمو بازیه، نسخه اصلی بازی نیست. اگه لایک و کامنت این دوتا ویدیو رو بترکونید و خیلی خوشتون اومده باشه، من این بازی رو میخرم و از نسخه اصلیش هم واسهتون گیم پلی میذارم. فکر نکنم دیگه چیز خاصی تو ماشین یارو باشه، ولی این پشتشو هنوز درست نگشتیم. اینا البته اصلا خراب نمیشه، ولی من همه جا رو میزنم دیگه. این تیکه که مشکوک بودم هم اصلا نمیشد خرابش کنی. تو سقفشی، تو سقفش هم خبری نیست. راستی سقف خود ماشینه رو هم فکر کنم میشه بگردی. اونجا رو من نگاه نکردم اصلا. تو در ماشینش، سقفش، همه جا رو میگردم. از این ماشین جنس در اومده، همه جاشو میریزم بیرون. تو سقف ماشین مثلا که نمیتونن چیزی قایم کنن، ولی دهن ماشین یارو رو من سرویس میکنم. لاستیک ماشین انصافا جای تابلویه دیگه، آدم پیدا میکنه. این زیرم یه چیزی هست. ایول زیر ماشینم میشه بری، چقدر خفن. اگه این زیر میذاش احتمالش بود من پیدا نکنم، ولی تو چرخ ماشینو پیدا میکردم. نمیدونستم اصلا زیر ماشینم میشه بری بگردی، خیلی خفن بود. خب اینو که ترکوندیمش قشنگ، بیا ورد ماشینو ببر تو پارکینگ تا بهت نگفتم نمیذاری آزاد بشه ماشین. آقا بذار من برم اینا رو تحویل بدم، بعد برم بخوابم که شک و شبهه‌ای توش نباشه. وقت
جا نمیشه دیگه اینا اصلا تو این انباره. البته اینا هم فکر کنم جا میشه، ولی از یه ماشین دیگه چیزی پیدا کنم دیگه فکر کنم نمیتونم کاری بکنم. با خیال راحت و وجدان آسوده من وظیفه‌مو به بهترین حالت ممکن انجام دادم. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. آخرای ویدیو هم گفتم که این گیم پلی از دمو بازی بود، اگه خیلی حال کرده باشید با این گیم پلی و حمایت خیلی خوبی ازشون بکنید، من این بازیو میرم نسخه اصلیشو میخرم و از بازی کامل براتون گیم پلی میذارم. یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.